میهمان این هفته ما آقای کریم عبدیان مدیر اجرایی سازمان حقوق بشر اهواز ایشون در واشنگتن زندگی میکنند آقای عبدیان به اعدام بس است خوش آمدید قبل از هر چیز نظر شما راجبه مجازات اعدام چیه حالا به نظر من اعدام می اعدام یک امر کاملا غیر بشری غیر انسانی غیر غیر بشری هست چرا از نظر اخلاقی هیچ کس نمیتواند حق زندگی رو از کسی دیگری بگیرد حتی از یک حیوان تا چه برسد این واقعا در سطح ایران که متاسفانه اصلا بحث نمیشه کی این حق رو به حکومت جمهوری اسلامی یا هر حکومت دیگه عربستان سعودی یا هر حکومت آمریکا کی به اینها حق داده است که جان دیگران رو بگیرن بنابراین من مخالف حق اعدام هستم آزادی یک نفر میگیری اگر خلاف قانون این یک دوم من این که به خصوص اعدام هایی که سیاسی هست آقای رفت من در صحبتام هست در نگاه بکنین گفتم و به عنوان مسئول سازمان حقوق بشر احواز که دو دهه هست در این مورد عمل می کنم دو مورد رو مثل زدم مورد آخری که سه نفر از مبارزین عرب احوازی که اعدام شدن گروه هوار یعنی صحبت و آقای حاشم شعبانی و دوستانش خب حکومت جمهوری اسلامی به مردم ایران به جهان بگوید چرا اینها اعدام شدن من به شما میگویم دلیل اعدام اینها این بود که این گروه گروهی بود که میخواستن به جوانان عرب فقیر کمک کنن اینها را کمک کنن که در کنکور قبول شدن که زبان مادری خودشون تدریس بکنن اینها را کمک بکنن که بتونن در جامعه کار بگیرن واقعا این بود یک انجیو انجیوی بود که در سطح حتی دولتی زمان آقای قاتمی همین انجیو همین گروه آقای رفعت اجازه فعالیت در ایران داشتن مجوز دولتی داشتن مجوز از استانداری در احواز داشتن اینها را زمان آقای, زمان آقای احمدی نجات غیر قانونی کردن به خاطر همین اعدام کردن مورد آقای زامل باوی که یک بزنسمن بود در اهواز یک خرده فروشی داشت این رو الان برادراش خانوادهش همه خارج هستن شما و دیگران میتونید با اونها مصاحبه بکنین این رو حکومت میگفت که نباید زبان لباس عربی بپوشی این همیشه سر کار لباس عربی بود چفیه دشتاشه اگال. با این لج کردن و چون در عروسی اون خود او و مدعوین لباس عربی پوشیدن این رو اعدام کردن من صدها موارد دیگر رو میارم جمهوری اسلامی یک سیاست پاکیسازی قومی عرب ستیزی رو در منطقه دنبال می و میخواهد هر نوع اسامی استان رو که به صورت 600 سال به صورت رسمی عربستان بودند به خوزستان تبدیل کردند تمام اسامی دهات شهرها کوها مناطق رو از عربی به فارسی تبدیل کردن آقای رفت در این آمریکا که <تصفح> کشور امپریالیست شیطان بزرگ جهانی کالیفرنیا رو از از مکسیک گرفت نیو مکسیکو تکساس رو همه اسم ها رو عوض نکرد سان فرانسیسکو لس آنجلس سان آنتونیو همه یعنی که در ایران همه اسم ها رو از عربی شهرها از محمره رو که در جهان معروف هست آمدن به خرمشهر تا. چرا و بنابراین اعدام ها در ایران خصلت سیاسی دارند. مخصوصا در مناطق غیر فارس مناطق حاشیه‌ای مناطقی که مردمان به بلند خواستن، بلند شدن و برای احقاق حقوقشون دارن مبارزه میکنن اینها رو شما ببینید در این هزار نفر اکثریت با کیا بود اکثریت با مبارزین و آزادی خواهان کرد عرب بلوچ ترکمن آذربایجان و و... مبارزین مترقی فارس بله یعنی که اشتباه نشود این حکومت مطلقا نمایندگی ملت فارس رو نمی کند ملت فارس هم سرکوب میکنند هر کس هر کس معارض و معاند و مخالف این حکومت باشد علا رقم هر اه 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 چیزی سرکوب میکنه منتها این حکومت که بر مبنای ناسیونالیزم فارس خب و شیعه مبتنا هست و سعی میکند سنی رو غیر شیعه رو سرکوب بکنند یهودی رو بهایی رو مسیحی رو و غیره در زمینه مذهب و دین در زمینه سیاسی میخواهد که این سلطه دست فقط قسمتی که بازار رو دارن اقتصار رو دارن و اینها بنابراین اعدام هایی که آقای رفعت در ایران میشه سیاسی هست این اعدام باید لغو بشه باید حکومت جوابگو باشه اینهایی که اعدام کردن دونه دونه چیکار کردن جرمشون چه بوده چرا اجازه نمیدن آقای دکتر احمد شهید که از جامعه جهانی منتخب شده که برود و به همین مساری که من اشاره کردم و برود از زندانها بازدید بکند با زندانها مصاحبه کند بنده آقای رفت شما بنده در زمان شاه در اوین زندانی سیاسی بودن زمان آقای کارتر عفو بین المللی اومد نمایندگان دیگر اومدن در زندان ها در زمان شاه مصاحبه کردن صحبت کردن در این حد هم جمهوری اسلامی اجازه نمیدهد به سازمان های بین آقای دکتر احمد شهید عفو بین المللی right هیومن و سازمان های بین بیان ببینن آخر کی پشتیبان مردمان ایران هست مطلقا کسی نیست یعنی جامعه یعنی ایران خیلی واقعا من نمیدونم چی میگذره در ایران ولی جامعه ایران اگر میگوید که به قوانین بین الملی پای بند هست آقا جان قوانین بین الملی شخصی رو به عنوان راپورتور ویژه حقوق بشر در ایران انتخاب کرده است چرا جمهوری اسلامی به این اجازه نمیدهد البته خب مقامات جمهوری اسلامی ایران مدعی هستند که به این خاطر به آقای احمد شهید اجازه ورود به کشور رو نمیدن که گزارش هایشون سیاسی است و بر مبنای اطلاعاتی که سازمان های مخالف نظام در اختیارشون گذاشتن نوشته شده خب اجازه بدهد در درون بیاید خودش ببیند خودش ببیند بیاد با سازمان های دولتی تماس بگرد با رئیس زندان اوین تماس بگیرد نظر اونها را ببیند نظر آقای لاریجانی که یکی از لاریجانی هایی که رئیس سازمان حقوق بشر ایران هست با رئیس مجلس تماس بگیرد با دو طرف اصولا اجازه به این نمیدهد چرا چی؟, چی؟, چه چیزی رو مخفی میکند آیا اف بین المللی سازمان اف بین کسی دیگه در این شک دارد که این سازمان غیر سیاسی است مطلقا غیر سیاسی است و مسئله حقوق بشره خب آیا وقتی که بنده زندان بودم و با همین حضرات آقایان که الان در قدرت هستن اون موقع در زندان بودن خب این آیت الله ها و خب اونها همون موقع از سازمان ملی میخواستن دعوت میکردن که بیاد در زندان های شاه خب با زندانی ها مسابقه کرد چرا الان عفو بین اجازه نمیدن سازمان های دیگری که زمان شاه اینها میخواستن که بیان در داخل به اینها اجازه نمیدن جمهوری اسلامی امروز یکی از سرکوبگرترین رژیم هایش که واقعا در جهان موجوده از نظر حقوق بشر میدونین فقط بعد از چین هست که در رتبه دوم در جهان هست آیا این افتخار ایرانه افتخار مردم ایرانه این افتخار کشوری است که در رتبه دوم از 193 کشور در رتبه دوم هست از نظر تعداد ادام ها آیا این کشور نه فقط در درون کشور مگر رهبران اپوزیسیون خودش رو مانند قاسملو کیو کیو مگه نکشته است خب یعنی که این باید جوابگو باشد بالاخره باید مردمان ایران به نظر من از بخواهن از رژیم که پرونده این اعدام ها را به مردم بدهد من همونطور گفتم خانم ننسی هالندر که یک وکیل آمریکایی است با شجاعت از کشور خودش نقد میکنه نه فقط نقد میکنه واقعا مفتزه کرده از آمریکا رو مورد به مورد گفته بود کارهایی که آقای اسنودون چلسی معنی و غیره میکنن این خوب است برای جامعه این چیزی که معمولا میدیا رسانه ها باید بکنن ولی اجازه به رسانه ها نمیدن مردمانی پیدا میشود، اشخاصی پیدا میشود. مثل اینها مثل اسنودن اینها که در رژیم بودن اسناد مخفی و طبقه بندی شده رو برملال میکنن ایشان میگفتن باید به اینها جازه بینوملی داد خب حالا در ایران چگونه است که هیچ کس نمی آید که بابا در همین رژیم در اول انقلاب چهار هزار نفر رو اعدام کرد در عرض سه روز این که ب... صحبت بنده نیست چرا این افراد کیا هستند به چه دلیل و در این زمان در حیات جمهوری اسلامی هر کس اعدام شده است می بایست رژیم جوابگو باشد در قبال مردم ایران مردمان ایران در قبال به اصطلاح شهروند خب به اصطلاح هر به اصطلاح مسئولیت هر کشوری میگویند خب در مرحله اول ثبات و امنیت کشورش است خب برای اینکه ایران آقای رفت نشون بدهد که چقدر ثبات دارد اجازه تظاهرات بدهد در 7 هفت سال یک تظاهرات در تهران اجازه ندهند چرا؟ اگر میگوید که واقعا دموکراسی هست ثبات هست و من تا اونجایی که خواندم شما هم میدونین سازمان های درون کشور به دفعات رفتن از وزارت کشور مجوز تظاهرات خواستن نمیدهن چرا؟ ثبات نداره مستشار و مشاور سازمان ملل هستم همین الان همین امروزه همین هفته هر ماه من با یو سازمان به سازمان سازمان ملل کمک میکنم برای این رفیوجی ها این هایی که از کشور خارج میشن همه میگوین ایرانی ها رفت تا از خارج میشن میگن برای اولین بار ما احساس امنیت میکنیم یک شهروند ایرانی در ایران احساس امنیت نمیکنه چرا برای اینکه هر آن هر لحظه حکومت به خودش اجازه میدهد به خانه و کاشانه مردم حمله بکند تجاوز بکند خب این تجاوزه مردم شهروندان حق حق دارن که در هیته خودشون در مناظر خودشون به اصطلاح زندگی صحبت من این هست نکته من این هست که نه حکومت توانسته به اصطلاح آرامش اونطوری که میگوید و ثبات و امنیت در درون ایجاد بکنه از نظر بین المللی خود ناقص قوانین بین المللی که خود او امضا کرده است ضد قوانین داخلی خودش امضا میکند شما گفتید که جمهوری اسلامی ایران به قوانین خودش هم پایبند نیست ممکنه چند مثال بزنید برای آزادی خواهان مردمان ایران ببینید همونطور که گفتم در ایران کشوری چند ملیتی چند زبانه درست است در قانون اساسی جمهوری اسلامی آماده است که در این کشور فارسی و زبانهای دیگری که در این کشور تکلم می شود باید تدریس بشود درسته این قوانین جمهوری اسلامی چرا بعد از سی و هفت سال این قانون رو یعنی که مورد به اصطلاح بند پانزدهم با جمهوری اسلامی ده. چرا این رو به مرحله اجرا در نیاورده است بنابراین ناقص قوانین داخلی خودش هست درسته ناقص قوانین بین هست ناقص اصلا حتی دین و مذهب هست ببینین در ایران برای اولین بار اتفاقا اسلام سیاسی که الان چه کار و چه کار میکنن در منطقه برای اولین بار در ایران به وجود اومد چرا جمهوری اسلامی اداره حکومت رو به دست متخصصین و خبرگان سیاست نمیدهد یعنی تکنوکرات ها درسته؟ و علمای دین و مذهب بروند به ارشاد مردم بپردازن در مساجد در حسینی ها چه کار میکنن این آقایان آخوندها امامه که سر این هست یعنی خبال مذهبی و دینی هست درسته؟ خب مذهب مرکزش کجاست؟ دین مرکزش کجاست؟ نه در پارلمان بلکه در مسجد حسینیه پس این باز ناقصه هر نوع قوان ناقص تجارب بشری هست حداقل تجارب بشری در چند صد سال گذشته که بعد از کشتار و در, در, در جهان میدونین من به طور مشخص جنگی بود در اروپا به نام جنگ های سی ساله در قرون گذشته که همین مردم همدیگه رو می کشتن در انقلاب فرانسه تجربه بشری این هست که به این نتیجه سن که باید حکومت از دین جدا بشود این تجربه بشر هست چرا حکومت جمهوری ناقص این اصل اه اه انسانی هست خب اه این رو اه اه همه کشورهایی که به ترقی و تعالی رسیدن تجربه کردن و به رعیولاین همه میبینن که اینها بسیار موفق بودن آن وقت من سوال همه این هست که در ایران کسی نیست که این مسئله بدوند اشاره کردید که حقوق گروه های اتنیکی در ایران رایت نمیشه این عدم رایت حقوق گروه های اتنیکی چه عواقبی میتونه داشته باشه شوروی نمونه خوبش که به 15 16 کشور تقسیم شد ملل مختلف ببین بنده وقتی دانشجو بودم در سالهای 1970 در نیویورک من به گوش خودم شنیده بودم از دیپلماس های روسی میگفتن شوروی اگر نه همش روسه عمدتا روسه کسی دیگه موجود نیست یعنی اینکه کتمان میکردن وجود ملل و ملیتهای های غیر روس در شوروی در ایران امروز کتمان میکنن عرب هست جرأت ندارن در بهترین شرایط میگن عرب زبانی یعنی شما زبانت عربه ولی عرب نیستی خب به شما چه مگر قرار هست یک کسی به یه ملتی دیگه بگه تو چی هستی فارسی کردی عربی باز عرف بینرمالی آقای رفعت این هست این مسئله در مورد فقط ایران نیست در اکثر کشورهای آمریکای جنوبی و غیره هست اقلیت ها آ، آ، هستن آ، عرف امروز بین امروز این هست که احترام بده از اون ملت بپرس که خودش رو چی می چه می خواهد بنامد آن رو قبول بکن اگر یک کسی می من من فارسم اون فارسه تو نمیتونی بهش بگی ترکی یا بلعکس خب نمیتونی بگی که این ترک نیست این عرب نیست و غیره یعنی در این حد که باز مسئله حقوق بشری هست یعنی در ایران حقوق اولیه و انسانی زیر پا گذاشته میشه این این حقوق هست حقوق مردمانی که اه 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 در ایران زندگی میکنن و تبعات آی تبعات اقتصادی و اجتماعی سیاسی داره فقط این نیست ببینید شما وقتی که به یک عرب در ایران اجازه نمی دهید زبان خودش رو صحبت بکنه تا کلاس تا شش سالگی که در منزل عربی صحبت کرده از درسته میآید در کلاس درس معلم با این فارسی صحبت میکنه بلد نیست تحقیرش میکنه کتکش میزنه که فلان فلان چرا فارسی بلد نیستی خب دانش موزن این رو تحقیر میکنه این بعد از یه مدتی ترک تحصیل میکنه چه می شود؟ ترک تاثیر این چی یعنی اینکه یک شهروند نمیتواند یعنی تمام پتانسیلش رو در اختیار جامعه بذاره و در رقابت با یک دانش فارس یا دانشجو فارس یا فارغ تاثیر فارس فارسی رو که زبان تنها زبان رسمی این کشور است نمیتونه صحبت کند بنابراین بیکار هست خب این به جامعه است یا نه بنابراین پس خود جامعه ببینید این این به اصطلاح اکسیدنتال نیست این تصادفی نیست جامعه اینجور طراحی شده که کسی که زبان به زبان رسمی کشور صحبت میکنن این این میبایستی در هاشی جامعه زندگی کنه من یه آمار به اصطلاح میدانی به شما میدم در ایران میگویند آمار دولتی رو که من خوندم در سازمان میگن به آمار بی سوادی در ایران آقای رفت بین 14 تا 18 درصده بسه به اینی که از کی سال میکنید ولی برین ببینید در مناطق غیر فارس 50 درصد بی چرا و یک فاکت دیگه یک فاکت دیگه میگوین در ایران از چهار تا دانش آموز که به مدرسه میرود دانش آموز فارس سه نفر دیپلم میگیرد و یک نفر تق... ترک تحصیل میکنند در مورد عرب ها بالعکس است سه نفر ترک تحصیل میکنن یکی دیپلم میگیرد این درست هست در خانواده ما که دوازده نفر هستیم اینطوری است و خانواده های دیگه و من در این مورد تحقیقات نوشته هایی دارم بنابراین اون سه نفر ترک تحصیل میکنند خب نمیتونن رقابت بکنن زبان رسمی رو بلد نیستن خب به رانده میشه درسته این رو این مسئولیت حکومت هست یا نه اگر این رو نمیدونم من نمیدونم آقای رفت این رو حکومت میدونه اگر میدونه چرا چاره ای برای این کار نمیکنه چرا نمیذارد ماده 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی رو به اجرا بذارد که همه زبان مادری خودشون رو صحبت بکنند و زبان حالا رسمی کشوران در جوار اون خب این مسئله ساده است تا موقعی که سپاه و بسیج و ارتش و پلیس و غیره و غیر, غیر حکومت میکنن و لایه های مختلف امنیتی این هست یک مقدار اجازه بدن این میپکه منفجر میشه خب برای جلوگیری از انفجار این قاعدتا راه حلیست به نفع مردم شهروندان به اصطلاح رشد میکنن که به نفع جامعه است الا اینکه این رژیم با شهروند عرب مخالفه با شهروند ترک و بلوچ و کرد مخالفه خب بعد دیگه این یک کشور ملی نیست این یک حکومت ملی نیست این کشور ملی نیست برای اینکه در کشور اینا ملت های مختلف زندگی میکنن این حقیقته حالا اگر میگی نگین ملت چون بار سیاسی داره ملیت های مختلف زندگی کن چرا این رو به رسمیت نمیشناخته چرا در مطبوعات ایران شما آدم مطبوعاتی هستی به من نشون بده که در مطبوعات ایران به افتخار میگن که بله ایران موزاییکی هست از فارس و عرب و ترک و کرد و غیره چرا این رو نمیگه چه ترس داره وقتی کشوری حکومتی از مردمان خودش ترس داشته باشه این حکومت نه مردمی است نه آزاد نه دموکراتیک و نه در آن عدالت اجتماعی و مساوات موجود هست این کشورها اگر با تاریخ برگردین من تمام میکنم اگر به تاریخ برگردین اگر این کشورها سر پا اگر سر پا خواهند بود پس هیتلر رو صدام و مارکوس و تمام این دیکتاتورهای تاریخ الان سر کار بودن ولی این چنین نیست با سپاس از همراهیتون آش میکنم